أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. در آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم مطالبی بود و هست که بعضی از اونها به عرض رسید. یکی از اون مطالب این است که همونطوری که خدا رب العالمین است و در نتیجه معبود به ذات اوست ولا غیر و مستعان به ذات اوست ولا غیر، و اگر خودش به ما اجازه داد ما به غیر او استعانت کنیم، غیری در کار نیست بلکه همه شئون فاعلیت اویند. اگر فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاة، صبر و صلات از شئون فاعلیت اویند، از آیات اویند و نه بیگانه. در مسئله هدایت هم این چنین است، اگر او رب است و او به ذات معبود است و مستعان و ما هم از حضرتش در همه امور استعانت میکنیم، در مسئله هدایت هم از حضرتش استعانت میکنیم ولا غیر. پس همونطوری که هو رب العالمین ولا رب سوا، هو مالک یوم الدین ولا مالک سوا، هو المعبود ولا معبود عدا، هو المستعان ولا مستعان غیره، هو الهادی ولا هادی سوا. روی این است اگر در آیه از آیات قرآن کریم خدای سبحان هدایت را به یک شی یا به یک شخص نسبت داد، معلوم می شود که اون شی وجهی از وجوه خداست و اون شخص هم وجهی از وجوه خدا. مثلا در سوره اسراء هدایت را به قرآن کریم نسبت داد، آیه 9 سوره اسراء اینچنین فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن هدایت میکند. اگر فرمود قرآن انسانها را به طریقه اقوم هدایت میکند، نه یعنی قرآن هادی مستقل است، چون لا هادی سوی الله. پس قرآن میشود وجهی از وجوه الهی و شأنی از شؤون هدایت حق سبحانه و تعالی. یا اگر درباره اشخاص معین فرمود اینها انسانها را هدایت میکنند، اون اشخاص هم چهره های هدایت خدای سبحانه. در سوره انبیا فرمود و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما این بزرگان را، اسحاق را، یعقوب را و مانند اینها علیهم السلام را پیشوایان هدایت قرار دادیم که مردم را به امر ما هدایت میکنند، نه اینکه اینها هادی بالاسحال و بالذاتند. چون فرض ندارد که خدا رب بالذات باشد، معبود او باشد، مستعان محض او باشد، دیگری هادی باشد یا دیگری هم هدایت کند، دیگری در کار نیست. هرچه هست یا هر که هست از شؤونه هدایت خدای سبحان خواهند بود، از درجات فاعلیت خدای سبحان بر اساس توحید افعالی خواهند بود. این هدایت را خدای سبحان هم به قرآن نسبت داد هم به اشخاص معین، و برهانش گذشته از اون چه که در سوره محل بحث یعنی فاتحه کتاب گذشت، در سوره یونس آیه 35 این چنین تقریر می شود، فرمود قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، مگر هیچ یکی از این شرکا انسان ها را به حق هدایت می کنند؟ اونگاه فرمود قل الله یهدی للحق، خداست که انسان ها را به حق هدایت می کند. این هدایت گاهی به نفسه استعمال می شود بدون حرف جر، مثل همین آیه محل بحث اهدنا الصراط المستقیم، گاهی با لام مثل ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، گاهی با الا مثل یهدی الی صراط المستقیم. در اینجا با لام استعمال شده است، قل الله یهدی للحق، الله به حق هدایت می کند. اونگاه برهانی که بر توحید هدایت اقامه می شود این است، می فرماید افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمو. فرمود اون کس که مردم را به حق هدایت می کند او شایسته اطاعت و اتباع و پیروی است، یا کسی که تا خود هدایت نشود هدایت کننده دیگران نیست؟ تردید بین دو چیز است که هر دو به حق هدایت می کنند، نه تردید بین هادی و مضل باشد. در این کلمه نفرمود آیا کسی که به حق هدایت می کند بهتر است یا کسی که مضل است و گمراه می کند. فرمود دو مقامند که هر دو به حق هدایت می کند، ولی یکی بدون اهتدا هادی
دیگری بعد از اهتدا حدیث. بیان ذلک این است فرمود افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، اون که دیگران را به حق هدایت می کند او شایسته پیروی است. امن لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که لا یهدی، لا یهدی ای لا یهتدی، کسی که هدایت نمی شود مگر اینکه کسی او را هدایت بکند. یعنی این دومی هم مردم را به حق هدایت می کند، ولی خود تا هدایت نشود هادی دیگران نیست. تا هدایتش نکنند او خود هدایت نمی شود تا دیگران را به حق هدایت کند. تردید بین این نیست که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الالحق، تردید بین این نیست که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن یضل، تردید بین آن است که می‌فرماید شما فرض کنید دو مقامی که هر دو به حق هدایت می‌کنند، ولی یک مقام بدون این که کسی او را هدایت کند او هدایت کننده است، مقام دیگر این که محتاج به هدایت است تا او را هدایت نکنند او هدایت نمی شود تا هادی دیگران باشد. پس اذا دار الامر بین یک مبدعی که هادی است بدون اهتدا، یعنی بدون اینکه کسی او را هدایت کند او هادی است، و مبدع دیگر و مقام دیگری که تا هدایتش نکنند هدایت نمی شود، در اینجا اون که محتاج به هدایت نیست او احق ان یتبع است و اون که محتاج به هدایت است احق ان یتبع نیست. این احق در اینجا افعل تفضیل به معنای اولا و افضل بودن نیست، بلکه افعل تعیینی است، نظیر اولو الارحام و از هم اولا و بعض که تعیین است نه ترجیح. اینطور میشه که پیغمبر و ائمه و یا خود قرآن اینا نمونید هدایت کنند، خود خدایی که احتیاج به هدایت نداره. بله، بحث هم در همین است که اگر خدای سبحان هدایت را به قرآن نسبت میدهد یا به ائمه نسبت میدهد، نظیر این که استعانت را به صبر و صلات نسبت دادن، اینها چون وجوه الهیان، اینها چون مجاری فیض الهیان، نه اینکه قرآن هادی به ذات باشد یا ائمه علیهم السلام هادی به ذات باشند. قرآن را که کلام خداست خدا تنظیم فرمود، ائمه را که اولیای الهیان خدا پرورون، اونگاه به ما میفرماید هر چه ائمه فرمودن اطاعت کنید و هر چه قرآن فرمود اطاعت کنید، که قرآن و امامان علیهم السلام هادیان به تبعند نه هادیان بالاصاله و بالذات، زیرا در حصر ایاک نستعین گذشت که تنها معین بالاصاله و بالذات خدای سبحان است، دیگر موجودات هرچه هست چهره های هدایت اوست، وجوه نصرت او. پس کسی که تا هدایت نشود هدایت نمی کند او احق ان یتبع نیست. کسی که به ذات مهتدی است، خود بر صراط مستقیم کار می کند، نیازی به هدایت دیگران ندارد، او باید متبوع باشد. و امامان و اولیای الهی علیهم السلام چون مهتدی بالغیرند هادی بالغیرند، و بت‌ها و امثال ذلک چون مهتدی بالغیرم نیستند هادی بالغیرم نیستند، نه تنها هادی بالاصال نیستند هادی بالغیرم نیستند. کسی باید هدایت کند که نیازی به هدایت نداشته باشد. اینها هادی به تبعن دیگه، هادی به ذات که نیستن. که ما هم که به قرآن مراجعه میکنیم یا به ائمه مراجعه میکنیم، نه به عنوان اینکه هادی بالاصالن، اینا پیام هادی بالاصل را میارن، برای اینکه قرآن که در برابر خدا نیست، امام که در برابر خدا نیست، قرآن و امام چهره از چهره های هدایت خدایند. اونا که بت را در برابر خدا قرار دادن، این آیه میفرماید بت ها و امثال اینها تا هدایت نشوند نمیتوانن هدایت کنن، هدایت هم که نشدن. و اما امامان و کتاب های آسمانی اینا وجوه هدایت حق است، نظیر این که در ایاک نستعین استعانت را مخصوص و منحصر کردیم نسبت به خدای سبحان، با اینکه قرآن فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاه، از نماز کمک بگیرید، نه اینکه نماز در برابر خداست، بلکه نماز وجهی از وجوه اعانت خداست.
صبر در برابر خدا نیست، بلکه چهره از چهره های کمک خداست، چون اینها مظاهر فعل خدای سبحانه. قرآن در مسئله هدایت و امامان علیهم السلام در مسئله هدایت هم به شرح ایزن، اینا در برابر خدا نیستن، بلکه چهره های هدایت خدای سبحانه هن که هدایت صفت فعل است. بله، اصل خدا که هدایت میکند انسان ها به وسیله اینا هدایت میکند. فهمود که ما اینها را هادی قرار دادیم، یعنی دنبال بت ها نرید. در برابر خدا چیزی قرار نداشت مگر بت هایی که اونها قرار دادن. این بت ها تا کسی اینها را هدایت نکند اینا نمیتوانند هادی باشن، کسی هم که اینها را هدایت نکند. اما دیگر موجودات مثل قرآن، مثل امامان، اینها چون مهتدی بالغیرن میتوانند هادی ناس باشن. چون خود خدا درباره امامان فرمود ما اینها را هادی شما قرار دادیم و جعلنا هم ائمه یهدونه، اما درباره بت ها فرمود این هی الا اسماء سمیتمو انتم و اباکم ما انزل الله بها من سلطان، فرمود کاری از این بت ها ساخته نیست. فتحصل که هدایت از آن هادی به ذات است، مثل استعانت که از آن معین به ذات است، و اگر به صبر و صلات استعانت می شود به دستور اون مستعان به ذات است. در مسئله هدایت هم این چنین است، هدایت از آن اون هادی به ذات است که بدون اهتدا هادی است، و اگر ما از قرآن هدایت می گیریم یا از امامان علیهم السلام هدایت می گیریم به دستور اون هادی به ذات است. اون هادی به ذات همونطوری که میگوید وستعینو به صبر و صلات در مسئله استعانت، میفرماید این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، چون من قرار دادم. این امامان هادیان شمایند چون من قرار دادم. و جعلنا هم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا، هم در آیه دیگر هست. هدایت دو قسم است، یه هدایت تشریعی است یه هدایت تکوینی. الان بحث در این هدایت ها تشریعی است. هدایت ها تشریعی که قانون گذاری است این باید باشد، و اما اون معنا البته انسان وقتی که به یک چمن رسید پی میبرد به آب، اگر درختی دید میبیند آبی هست، و اگر دید کبوترها اینجا پر میکشند میفهمد یه آبی هست و مانند آن. از هر نشانه‌ای به یک امری پی ببرد اون در مسائل تکوین است، اما در مسئله قانون گذاری و تشریع و رهاورد دین جز کتاب آسمانی و امامان معصوم و انبیاء الهی راه دیگری نیست. بنابراین این که میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، از هادی به ذات هدایت میطلبیم، و اگر خود هادی به ذات کتابش را یا اولیایش را برای ما به عنوان هادیان معرفی کرده است، اینها مهتدی شدند که هادی ماین باز به اذنهی. و این معنا را قرآن کریم به عنوان این که خدای سبحان اذن داده است تا اینها هادیان انسانها باشند بیان بکند. در سوره اعراف بعضی از بحث های هدایت را این چنین تنظیم میکند، آیه 159 سوره اعراف، و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون. این حقی که اون قوم و علما و شایستگان قوم موسی هدایت میکنند، حقی است که اینها در محور اون حق هستند، و این محور را من به اونها دادم. اون انسان حق محور توان هدایت دیگران را دارد، اما این محور را من دادم و به او گفتم در محور این حق حرکت کن. فرق است بین موجودی که یدورو مع الحق حیثما دار و بین موجودی که الحق منه. یک وقت ما میگوییم علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مع الحق یدورو معه حیثما دار، یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حق محور است، هر جا حق باشد او حرکت میکند. یک وقت میگوییم الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق از خداست و با علی است. بین این دو مطلب خیلی فرق است. نه خدا با حق است، علی با حق است و حق با علی است، اما همین حقی که با علی است از خداست. الحق من ربک فلا تکن من الممتلی، یعنی این حقیقت از خدا نشأت گرفته است. خدا
فاعل این حقیقت است، سبب ظهور این حقیقت است. و این حق که از خداست، دیگران ای رو رها کردن، علی شده حق محور. پس اگر به امام انسان تکیه می کند، چون امام مع الحق است، یدور و معه حیث ما دار. این حق از کجا آمد؟ از خود علی آمد؟ نه. خود این حق مستقل بود؟ نه. از غیر خدا آمد؟ نه. از کجا آمد؟ الحق و من ربک. بین الحق و من ربک با علی مع الحق یدور و معه حیث و مادار خیلی فرق است. اون می شود حق محور و مهتدی بالغیر و هادی بالغیر. خدای سبحان می شود منشأ حق و هادی بالذات. پس اگر در سوره اعراف راجع به مؤمنان قوم موسی فرمود و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعملون، که این بابای مصاحبت است، این افراد مال حقن، در صحبت حقن، از حق جدا نمی شون. و همچنین در باره گروه دیگر هم فرمود که اینها با حق هدایت می کنن و از حق نمی گذرن. ریشه اصلیش همون آیه سوره آل عمران است که می فرماید الحق و من ربک. بین الحق و من ربک با علی مع الحق و امثال ذلک خیلی فاصله است. آیه 60 از سوره آل عمران این است: الحق و من ربک فلا تکن من الممتری. دو جا این آیه مبارکه در قرآن کریم است، یکی در سوره بقره است، یکی در سوره آل عمران. الحق و من ربک، ما تابع حقیم. حق از کی؟ از خداست. نه حق از علی است، حق با علی است و علی با حق است. این انسان‌های کامل که حق محورند، حق را از کی دریافت می‌کنند؟ از الله دریافت می‌کنند. پس اینها مهتدی بالله‌اند و هادی مردم. چون از حق الهی بهره گرفتند، توان هدایت دیگران را دارند. بنابراین اگر گفته می شود اهدنا، ما را هدایت کن، به هادی بذات تکیه می کنیم. اونگاه هادی بذات یعنی الله به وسیله قرآن، به وسیله اولیا، به وسیله انبیا ما را هدایت می کند. او چون هادی بذات است و کل نظام در اختیار اوست، می داند چگونه افراد را هدایت کند و می تواند. گاه می بینید یک کسی را با دوستش هدایت می کند، گاهی شوق مطالعه کتابی را در کسی ایجاد میکند، مسیر فکرش عوض میکند. گاهی توفیق همبحث پیدا کردن خوب به او میدهد، یک رفیقی که همبحث او باشد یا هم حجه خوبی برای او باشد نصیبش میکند که کل جریانش عوض میشود. گاهی به اندک چیزی راه را برمیگرداند. این طور نیست که نظام برای خود یه حسابی داشته باشد و خدای سبحان اگر بخواد هدایت کند فقط به فقط از راه مسجد و مدرسه و امثال ذلک باشد. این چنین نیست. این لله جنود و سماوات و الارض. گاهی با کوشش های گوناگون، گاهی با یک حرف میبینید مسیر انسان عوض میشود. گاهی کششی در قلب ایجاد بکند که در یک مجلسی شرکت بکند، وارد اون مجلس که میشود کل صحنه عوض میشود. او اگر بخواهد هدایت کند، سراسر عالم در اختیار اوست. راهش برای هدایت کردن بازه. گاهی بلاواسطه اندیشه های خوب در ذهن انسان القا میکند، گاهی به وسیله کتاب، گاهی وسیله بحث، گاهی وسیله شاگرد، گاهی وسیله استاد. بسیار از بزرگان میگفتن خیلی از فیوزات را به وسیله شاگردها خدا با ما آموخت. سوالات خوبی کردن، احتمالاتی دادن، ما رفتیم تحقیق کردیم، از این راه به جایی رسیدیم. این در شرح حال بسیار از علما هست. خدا اگر چونچه بخواهد کسی را هدایت کند، این چیزی نیست که راهش مشخص باشد، راه محدود باشد ولا غیر. چون لله جنود السماوات و الارض. اونگاه این خدایی که هادی به ذات است و از راه‌های گوناگون میتواند انسان را هدایت کند، درباره انسان چندین هدایت است. یه هدایت تشریعی است که به وسیله وحی و قانون‌گذاری انسان‌ها را به راهشون آشنا می‌کند، از سود صراط مستقیم اینها را آگاه می‌کند، از ضرر انحراف و راه گمراهی اینها را با خبر می‌کند، و یک هدایت ایثار مطلوب دارد که اون یه هدایت تکوینی است. اون هدایت تکوینی است که حد و حصر ندارد.
اون هدایت تشریعی راه مشخصی دارد که قانون رسن از کجا بگیره. گفتن از کتاب و سنت میگیریم. این قوانین را، این حلال و حرام بودن را از کتاب و سنت انسان دریافت میکند. چی حلال است و چی حرام. اما اون هدایت تکوینی، اون راهش محدود و منحصر نیست که انسان راه را تشخیص بدهد و لحظه به لحظه طی کند و قدم به قدم هم با او باشد. در آیه 11 سوره تغابن فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان بیاورد در قدمهای اولیه به همراه دین حرکت بکند، خدا قلبش رو هدایت میکند. این هدایت تکوینی است. این دل را می آرماند، به این دل اجازه نمیدهد که هر چیزی در این دل خطور کند، مزاحم ها رو راه نمیدهد، خلاصه اوهام و خیالات رو به این دل راه نمیدهد، سعی میکند این زمین را طاهر نگه بدارد و این هدایت تکوینی است. و اگر چونچه قلب را هدایت کرده است، اون هدایت قلبی با مشاهده است، چون در برابر هدایت قلبی پوری بود که فرمود و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، که در برابر هدایت کوری بود. حقیقت هدایت معلوم می شود بصیر شدن است و بینایی، که بینایی و بینش غیر از دانایی و فهمیدن است. دانایی و فهمیدن گوشه ای از هدایت است، بینایی امر دیگر است. انسان که چیزی را می بیند، خب اون راه را درست طی می کند. فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، این دل می آرمه. بله، نه، هدایت تکوینی خاص مخصوص مؤمنین است. اون هدایت عام است. این خیلی فرق داره. تکوین است، منتها همونطوری که رحمت خدای سبحان دو قسم بود، یک رحمت عامه بود یک رحمت خاصه، هدایت تکوینی هم دو قسمت، یه هدایت تکوینی عام، یه هدایت تکوینی خاص. نظیر معیتی که بحثش گذشت، خدای سبحان یه معیت عامه دارد که هو معکم اینما کنتم، یه معیت خاصه دارد که فقط با مؤمنین است، که در آیه پایان سوره عنکبوت بود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. با اینکه خب معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست، ولی معذرای فرمود خدا با مؤمنین هست، با کفار نیست. من خدای من است، یعنی با اونا نیست. هدایت های تکوینی هم این چنین است. در زمینه هدایت های تکوینی، سوره 47 که بنا مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سناس این است، فرمود والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم، یعنی اونایی که هدایت شده اند، اونایی که راه افتادن، ایمان آوردن و عمل کردن، جزایی که خدای سبحان به اینها میدهد اینه که اینا رو هدایت میکنن. این هدایت، هدایت تکوینی است، یعنی بقیه راه را به آسانی طی میکنن، نه فقط به اینها بفهماند که راه این است، بلکه اینا رو میبرد. گاهی انسان میبیند با یک کششی این راه را به آسانی طی میکند، علاقه پیدا میکند که این کار انجام بدهد. این دیگر نمیداند که این علاقه را کی در او ایجاد کرده است. گاهی میبینید انسان هر چی نصیحت به کسی میکند، او از پذیرش نصیحت استنکاف دارد، از خوندن قرآن استنکاف دارد، یا از خوندن نماز استنکاف دارد، حاضر نیست کتاب دینی را مطالعه کند. این اون وقتی است که خدای سبحان او را به شدت گرفت. خدای سبحان همونطوری که از این طرف میفرماید والذین هدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم، اگر کسی چند سباهی، چند مدتی، دوری اهل هدایت بود، خدای سبحان به او پاداش میدهد، هدایت تکوینی نصیبش میکند، هدایت ایصال مطلوب را بهرش میکند. در قبال این فرمود اگر کسی مستکبرانه با دین برخورد کرد، ما دیگه توفیق فهمیدن آیات الهی را ازش میگیریم. دیگه کتاب دینی مطالعه بکنه یا چیزی بفهمه اینچنین نیست. وقتی هم که با شما به بحث می نشیند، فقط برای اینکه حرف خودش که انکار و الحاد است بزند می نشیند، نه اینکه حرف شما رو بشنود. فرمود سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. فرمود اگر کسی یه چند مدتی هیچ نصیحت گوش نداد، متکبرانه و مستکبرانه رفتار کرد، ما فهم را به توفیق پذیرش حق را از او می گیریم. این اصلا حاضر نیست حق گوش بده، با اینکه اتمام حجت می شود، می فهمد، برهان را می فهمد، اما بعد از فهمیدن باز گردن نمی نهد. معلوم می شود اون دل به دست دیگری است، خلاصه. فبود ما اون زمام را دیگه به دست شیطان می دیم، می گیم این تو و این عبدقاوی. این تعبیر در موارد دیگر هم هست که اگر کسی دوره ای رو به هدایت گذروند، یعنی قدم به قدم رفت، در مرحله بقا فیض الهی شاملش می شود
خدای سبحان او را بقاءً تأیید میکند و جلو میبرد. هم در طرف اثبات آمده هم در طرف سلب آمده. گاهی میبینید خدای سبحان که بخواهد به یک انسان مهتدی پاداش اعطا کند، دلهای دیگران را هم متوجه او میکند که در باره او دعا میکنند. خب دعای دیگران در باره انسان البته مؤثر است. آیه 96 سوره مریم این است فرمود که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگر کسی مؤمن بود و عمل صالح کرد، خدای سبحان مودت او را در دلهای دیگران قرار میدهد. او هم محبوب خدا می شود، هم محبوب خلق خدا می شود. دلهای دیگران به او علاقمند است و اگر دلی نسبت به کسی علاقمند بود، اون دل دعا می کند و دعای دل علاقمند یقینا مؤثر است. اینها آثار هدایت است که اینها برکات هدایت است به نام هدایت های تکوینی. و اگر چنونچه همین جمله مبارکه اهدنا الصراط المستقیم را ائمه هم انبیا هم داشتن و رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا هم داشت، هدایتی که بخواهد نصیب اینها بشود با نزول فرشتگان است. اگر خدا خواست یک بنده ای را هدایت کند به وسیله که از همین امور یاد شده هدایت میکند تکوینن به نام توفیق، اگر پیامبری را خواست هدایت کند با نزول فرشتگان خواست که تتنزل علیهم الملائکه، با نزول فرشتگان تأیید می کند، با نزول وحی های تکوینی و تسدیدی و نه وحی های تشریعی تأیید می کند. در سوره انعام جریان هدایت انبیا را که یاد می کند، اسم هدی از انبیا را می برد به رسول خدا فرماد این انبیا را خدا هدایت کرد، فبه هداه و مقتده. خب انبیا را چی رو هدایت کرد؟ یعنی همون هدایت عامه که ارائه طریق کرد یا ایصال مطلوب و تکوینن اونها را به مقصد آشنا کردن و رسوندن. نظیر این معنا را به طوری که شامل و فراگیر بشود مؤمن را هم در بر بگیرد، آیه 16 سوره مائده است فرمود یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. این یهدی بهی بحثای گذشترم روشنتر میکند. یعنی اگر قرآن حادیست در سوره اسراء خدا هدایت را به قرآن نسبت داد تمود این هازل قرآن یهدی، نظیر کتب تو بالقلم است. شما یه وقت میگید من با قلم نوشتم، یه وقت میگید قلم نوشت. قلم اگر نوشت ابزار نوشتن است، نویسنده شمایی. وقتی که بخواید مطلب رو خوب روشن کنید میگید کتب تو بالقلم. گاهی میگید قلم خود نویس، این خوب می نویسد، خودکار است، خوب می نویسه. وقتی که میخواد خوب تشریح کنید میگید کتب تو بالقلم. یعنی اگر قلم نوشت نویسنده منم. اگر در سوره اسراء فرمود این قرآن هدایت میکند، در سوره مائده فرمود منم که وسیله قرآن هدایت میکنم، نه اینکه قرآن هادیه به ذات باشد. فرمود قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین که یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. نوری برای شما آمده است و کتاب مبینی آمده است به نام قرآن. خدا به وسیله این نور، به وسیله این کتاب مبین افراد را هدایت میکند. فتحصل که هدایت قرآن از باب این که القرآن مع الحق یدور معه حیث ما دار، نه الحق و من القرآن. خود قرآن من الله است، چون هر گونه حقیقتی من الله است. و اگر در سوره اسراء فرمود قرآن هدایت می کند، در سوره مائده فرمود خدا به وسیله قرآن هدایت می کند. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله کرا من تبع رضوانه کرا سبل السلام را، که این هم اصالت هدایت خدا را تثبیت می کند و هم این که اگر کسی چند لحظه راه درست را طی کرده است بقاءً از هدایت تکوینی برخوردار می شود اون را تبیین می کند. والحمدلله رب العالمین.